پویش فکری توسعه قصه اول پسرک لاوبالی نجاری بود که در روستایی عروسک های چوبی می ساخت و برای فروش به شهر میفرستاد. او عروسک سازی را از پدرش آموخته بود و پدر نیز نزد یک استاد عروسک ساز در روستای کناری آموزش دیده بود. هنوز نوجوان بود که پدرش درگذشت و کارگاه سازی پدرش به او رسید. گرچه روزهای زیادی پیش پدرش کار کرده بود اما هنوز مانده بود تا به مهارت پدر برسد. در آغاز عروسکهایش جلوه ای نداشت و چوب زیادی صرف ساخت هر کدام می کرد. اما کم کم داشت دستش راه می افتاد و دقت و زرافت کارش بهتر و بهتر می شد. درآمدش در آغاز پایین بود اما روز به روز بیشتر میشد. پس از سالها کار جدی نه تنها سفرهشان رنگ و لعابی گرفته بود بلکه کم کم شروع کرده بود مقداری هم به عنوان پسنداز کنار بگذارد. با پسندازهایش چوب می خرید و انبار می کرد تا هیچ وقت برای عروسکسازی با کمبود چوب روبرو نشود. زمن این اینکه او یک انبار چوب خیلی بزرگ و قدیمی هم داشت که از پدر بر جای مانده بود پدرش نیز آن انبار را در زمان پیری و از کارافتادگی استادش به قیمت خیلی ارزان از او خریده بود و خودش نیز مقدار زیادی چوب به آن افسوده بود. این پسر نیز گاهی چوبهای انبار پدرش را می فروخت و چوبهای تازه تر و مناسب تر برای عروسی سازی می خرید. و در انبار جدید ذخیره میکرد. اما انبار پدر آنقدر بزرگ بود که انگار نه انگار که بخشی از چوبهایش فروش رفته است. اما از اشکالات این نجار این بود که خیلی خود بزرگ بین بود و دیگران را تحقیر میکرد. گاهی خیلی بد اخلاقی میکرد و حتی خشونت می ورزید. بین بچه هایش نیز فرق می گذاشت. اجازه نمیداد تا آنها خودشان آنگونه که دوست دارند زندگیشان را بسازند و در همه کارهای آنان دخالت میکرد. روزی یکی از پسرانش که در آغاز دوران جوانی بود و به واسطه زرنگی هایش همیشه بیش از دیگران غذا میخورد و خیلی هم قوی شده بود و بقیه بچه ها هم از او حساب میبردن از دست بد ها و تبعیضهای پدرش به سطوح آمد. رفت و با چرب زبانی دیگر برادران و خواهرانش را فریب داد و با خود همراه کرد تا بروند و پدر را مجبور کنند تا دست از بداخلاقی و خشونت و تبعیض بردارد همه با هم به کارگاه پدر رفتند پسر جوان جلو رفت و به نمایندگی از بقیه با تندی با پدرش سخن گفت و رفتار و اخلاق او را به باد انتقاد گرفت. پدر که آمادگی چنین رفتاری را از فرزندانش نداشت شروع به درشتی و پرخاشگری کرد پسر نیز کوتاه نیامد و با فریاد و اهانت پاسخ پدر را داد جدال بین آنها بالا گرفت تا جایی که پدر چوبی را از کنار کارگاه برداشت و چند ضربه به بدن پسرش نواخت پسر نیز پس از اینکه چند ضربه خورد خشمگین شد و حیایش ریخت او هم پرید و چوب بلندتری برداشت و به سوی پدر حمله برد. درگیری بالا گرفت. القصه در این گیرودار پسر که هم ترسیده بود و هم از چوبهایی که از پدرش خورده بود بسیار عصبانی بود چوبش را بر فرق پدر کوبید و او را نقش بر زمین کرد پدر دقایقی تشنج کرد کف بالا آورد دندانهایش کلید شد و بعد به اغما رفت او سه روز بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقتی پدر نقشه بر زمین شد و تشنج کرد، لحظه ای همه ترسیدند و سکوت همه جا را گرفت. اما به یک باره برای غلبه بر ترسشان شروع به هلهله و شادی کردند. در آن سه روز هم خدا خدا می کردن که پدرشان به هوش نیاید. روز سوم پدر را به خاک سپردن و همه امور کارگاه پدر را به دست برادرشان دادند. و رفتن تا روزهای خوش رهایی از خشم و خشونت پدر را تجربه کنند. وقتی پسر کارگاه پدر را تحویل گرفت، صدها عروسک ساخته شده و آماده ارسال به شهر در انبار کنار کارگاه بود. ابزارهای نجاری و عروسک تراشی همه نو و تمیز بودند و مهمتر از همه، در انبار چوب پدرش صدها خروار چوب درجه یک برای ساخت عروسک وجود داشت و در انبار پدر بزرگ نیز چند برابر انبار پدر چوبهای عالی ذخیره شده بود که پسر میتوانست تا سالها از آنها عروسک بسازد. پسر هم از همان روز اول شروع کرد به ساخت عروسک. در چند ماه اول فقط چوبها را حرام می کرد. تا کم کم یاد گرفت که چگونه عروسکها را تمیزتر و ظریفتر تراشد. بعد شروع کرد به کار کردن شدید. چند برابر پدرش کار می کرد. تا مواد و خانواده احساس کنند که با رفتن پدر اوضایشان بدتر شده. و البته دیگر به اندازه پدر چوب ذخیره نمی کرد. و مقدار چوبی که از انبار برمی داشت خیلی بیش از چوبهای تازهی بود که می خرید و ذخیره می کرد. مدت زیادی اوزا به همین منوال به خوبی می گذشت. اما این پسر که او هم غرور و یک دندگی را از پدر به ارث برده بود مکرر با همسایه ها و حتی رهگذران به گومگو و گاهی دعوا داشت. در یکی از این دعواها که خیلی شدید شد، چند روزی کارگاهش تعطیل شد. و حتی بخش کوچکی از چوبهای کارگاهش را بچه های همسایه آتش زدند اما انبار اصلی کارگاه و انبار پدر بزرگ چنان انباشته از چوب بود که باکی از سوختن قسمتی از چوب کارگاه نداشت. تازگی ها گرچه او صبح تا شب در کارگاه بود و حتی گاهی شبها هم در کارگاه می خوابید. اما مشکل اصلیش این بود که حواسش به کارش نبود. چند دقیقه کار می کرد و سپس گشتی در اطراف می زد. به چیزی و کسی هم گیر می داد. خلاصه به جای آنکه تمام انرژی و توان خود را صرف بهتر و بهتر کردن ساخت عروسک های هایش کند صرف سر درآوردن از رفت آمد همسایگان و کارهای آنان و گاهی درگیری با آنان می کرد. در این اواخر با رفقای نابابی هم مراوده داشت که برای آنکه بساط عیششان فراهم باشد کم کم او را معتاد کردند نه او و نه اعضای خانواده حواسشان به این نبود که انبار چوب دارد خالی می شود و باید بخشی از درآمدشان را صرف خرید چوب و پر کردن انبار کنند. اما او فقط از انبار چوب برداشت می کرد و عروسک می ساخت. از آنجا که چوبهای انبار خیلی زیاد بود پسر در مصرف چوبها احتیاط نمی کرد و چوبهای زیادی را ضایع می کرد و این بی روز به روز بیشتر می شد. خودش حواسش نبود اما اگر کسی دقت می کرد متوجه می شد که این پسر چنان در ساخت عروسک بی دقتی می کند که هر روز چوبهای بیشتری را ضایع می کند. در روزهای اول برای ساخت یک عروسک حدود سی سانتیمتر متر از تنه یک درخت کفایت می اما حالا چون هم ابزارهای نجاریش فرسوده شده بودند، هم دائما وقت و اصابش صرف درگیری با بچه های همسایه ها می و هم به خاطر اعتیاد دستش می خیلی چوب می‌کرد. کار به جایی رسید که چند تکی از تنه یک درخت را خراب می کرد تا بتواند یک عروسک سالم از آنها بسازد. یکی از خواهرانش که هوشیارتر از بقیه بود همان اوایل حساب کرده بود و دیده بود برادرش روزهای اول از یک تنه درخت هجده عروسک می ساخد. اما حالا از هر تنه درخت تنها پونزده عروسک می سازد کم کم در ماه های بعد این تعداد شد چهارده عروسک و بعد سیزده عروسک و همینطور ادامه یافت تا اینکه حالا چند روزی است که از هر تنه درخت فقط 11 عروسک می سازد. وقتی خواهرش این مسئله را به او تذکر داد، او ناراحت شد و با پرخاشگری خواهرش را از کارگاه بیرون کرد. به تازگی وقتی رفت از انبار چوب بیاورد، متوجه شد که انبار تقریبا خالی شده. تنها در گوشه ای از انبار مقداری چوب باقی مانده است که حد دو سه ماه دیگر می تواند با آن چوب ها عروسک بسازد. اما حالا او فرسوده و ناتوان شده. نتوان آن را دارد که بیشتر کار کند تا درآمد بیشتری کسب کند و انبار را پر از چوب کند نه به خاطر اعتیادش کسی به او قرض می دهد تا چوب بخرد و ذخیره کند و نه حتی حاضر از کارگاه را تحویل خواهران و برادرانش بدهد تا آنها مدیریت کنند حتی برخی از همسایه ها هم که از تندخوی های او ناراحتی دارند یا قبلا با او درگیری داشتند دیگران را تشویق می کنند که به او چوب نفروشند و عروسک های او را برای فروش به شهر نبرند. الان همه می دانند که در هفته های آینده انبار چوب کاملا تخلیه خواهد شد و دیگر نمی توانند عروسکی بسازند و بنابراین یا باید از گرسنگی بمیرند یا بروند دنبال بیگاری برای همسایه ها. یا دست به گدایی بزنند. اما هیچ کس جرأت نمی کند در مورد این وضعیت با برادرشان صحبت کند. و هرگاه هم کسی سر کلام را باز می کند برادرشان یا سریعا سخن را جمع می کند یا با پرخاشگری او را ساکت می کند. گاهی هم برادران و خواهرانش را متهم می کند که فری به حرف همسایه ها را خوردن و از آنها پول گرفتن تا بر علیه او صحبت کنند و کارگاه را از چنگش درآورد. این روزها برادران و خواهرانش دائما دارن پوشیده و در گوشی در مورد اینکه چگونه مدیریت کارگاه را از برادرشان بگیرند صحبت میکنند. تقریبا همه مطمئن شدند که اون نمیتواند وضعیت خودش و کارگاه را تغییر دهد و نه حاضر است به حرفهای آنها گوش کند و نه دیگر اعتباری دارد که تواند شریک سالم و پولداری برای خودش پیدا کند. آنها به چشم میبینند که روزهای بیپولی و گرسنگی در پیش است اما هیچ کاری توانند بکنند کاش آنها میتوانستند دقایقی دوستانه در کنار هم بنشینند و صادقانه با هم گفتگو کنند اما بیمهارتی برادران و خواهران در گفتگوی دوستانه و آرام با برادرشان همراه با غرور و خودداناپنداری برادرشان راه گفتگو را بر آنها بسته. خدا می داند سرانجام این خانواده چه خواهد شد. یکی از این روزها همان خواهر هوشیار که حساب و کتابش هم خوب است و در ماهای قبل یواشکی میزان برداشت چوب از انبار و تعداد عروسک های ساخته شده را در دفترچه محرمانه ای ثبت کرده بود تصمیم گرفت عملکرد برادرشان را با آمار و ارقام نشان دهد شاید این باعث شود او متوجه مسیر اشتباه خود بشود و دست از یکتنگی بردارد و کار را به دیگران بسپارد یا دست کم اجازه دهد دیگر اعضای خانواده نیز در مدیریت کارگاه با او مشارکت کنند با توجه به اینکه به تازگی در روستایشان دفتر پست باز شده است او شروع کرد به نامه به تمام کسانی که در روستاهای اطراف و در شهر مثل آنها کارگاه عروسک سازی دارند و از آنان درخواست کرد که به او بگویند برای ساخت هر عروسک با مشخصات و ابعاد معین چقدر چوب مصرف می همچنین از آنان خواست اطلاعات مربوط به مصرف چوبشان در ماهها و سالهای قبل را نیز اگر دارند برای او بفرستند با کمال تعجب بعد از چند هفته بیشتر آنها به نامه او پاسخ دادند او به سرعت اطلاعاتی که در نامه های رسیده نوشته شده بود را استخراج و دستبندی کرد و همه ای آنها را در جدولی در کنار هم تنظیم کرد. و سپس عملکرد برادرشان را با همه عروسک سازان دیگر مقایسه کرد. نتیجه وحشتناک بود. در حالی که عروسک سازان روستاها و شهرهای اطراف روز به روز چوب کمتری برای ساخت یک عروسک مصرف کرده بودند، برادر آنها روز به روز مصرف چوبش برای ساخت یک عروسک بالاتر رفته بود. در واقع برادرشان روز به روز هنگام ساخت عروسک زایعات بیشتری تولید کرده بود. معلوم نیست چرا؟ شاید به خاطر بالا رفتن سن، کمبود انرژی و کم شدن چشمانش. شاید به خاطر عصبی شدن های ناشی از درگیری مدام با همسایگان که تمرکزش را از بین برده است. شاید به خاطر غرورش و اینکه تن به هیچ آموزش حرفه‌ای و تخصصی نداده بود. شاید به خاطر اعتیادش و شاید هم به خاطر چیزهای دیگری که خواهرش نمیدانست. خواهر هوشیار میانگین مقدار مصرف چوب و میانگین تعداد عروسک هایی ساخته شده توسط همه عروسک سازان دیگر را برای سی ماه گذشته محاسبه کرد و آن را با تعداد عروسک های ساخته شده و مقدار چوب های مصرف شده توسط برادرش بر روی یک نمودار مقایسه کرد. این نمودار شامل دو نمودار قرمز و آبی است. نمودار قرمز نشان دهنده مقدار متوسط مصرف چوب برای ساخت یک عروسک توسط بقیه ی عروسک سازان منطقه در طول سی ماه گذشته است. و نمودار آبی مقدار مصرف چوب برای ساخت عروسک توسط برادرشان را در سی ماه گذشته نشان می دهد. نمودار قرمز نشان می دهد که عروسک سازان روستاها و شهرهای اطراف در ماه اول برای ساخت هر عروسک به طور متوسط نزدیک به 18 کیلو چوب مصرف کردند. اما به تدریج هر ماه با افزایش مهارتشان و بهبود مدیریتشان و با استفاده از ابزارها و فناوری های پیشرفته تر توانستن مقدار استفاده از چوب برای ساخت هر عروسک را در طول سی ماه آرام آرام کاهش دهند. به طوری که الان آنها برای ساخت هر عروسک فقط یازده کیلو چوب مصرف می کنند. نمودار آبی نشان می دهد که برادرشان گرچه در ماه اول برای ساخت هر عروسک خیلی کمتر از بقیه ی عروسک سازان چوب مصرف می کرده. اما در طول این سی ماه به علت همان مسائلی که مطرح شد روز به روز برای ساخت یک عروسک چوب بیشتری استفاده کرده و در واقع چوب بیشتری زایع کرده. به گونه ای که الان برای ساخت هر عروسک دقیقاً 18 کیلو چوب مصرف می کند یعنی 64 درصد بیش از چوبی که بقیه برای ساخت یک عروسک مصرف می روشن است که چه فاجعه ای در برابر خانواده است. انبار چوب دارد کاملا خالی می شود. دستگاه های نجاری فرسوده و ناکارآمد شده. برادرشان دیگر حوصله و توان آموزش دیدن برای افزایش مهارت و کاری خودش را ندارد. او حتی حوصله مشورت گرفتن و شنیدن اشکالات کارش را ندارد. به خاطر پرخوری و مزاج عصبیش بیماری های مختلف به جانش افتاده. اعتیاد موجب شده دستش لرزش بگیرد و دقت کارش پایین بیاید. با بیشتر همسایگان درگیری دارد و هیچ دوست ارزشمندی در روستا ندارد. همه کسانی هم که در درون و بیرون روستا با او دوست هستند دنبال این هستند که مقداری از درآمد او را از چنگش در بیاورند الان تمام اعضای خانواده نگران آینده خودشان و بچه هایشان هستند نه امکان گفتگو با برادرشان را دارند و نه تمایلی دارند که برادرشان را با زور و خشونت از کارگاه اخراج کنند و خودشان مدیریت کارگاه را بر دست بگیرند. تقریبا همه چیز به مومس رسیده و فرصتهایشان دارد به سرعت از دست می رود. تنها چند هفته مانده که چوبهای انبار به پایان برسد. اگر شما جای این خانواده بودید چه می کردید؟ اگر به جای این برادر بودید چه می کردید؟ آیا فکر میکنید این خانواده میتواند آینده خودش را نجات دهد قصه دوم حکومت لاوبالی تمام آمارهای نمودار قصه بالا از گزارش سالانه آژانس بینالمللی انرژی برگرفته شده نمودار آبی رنگ روند شاخص شدت انرژی در ایران در سی سال گذشته یعنی سالهای 1990 تا 2019 را نشان می دهد. و نمودار قرمز رنگ متوسط روند شاخص شدت انرژی در کل جهان را در همین دوره نشان می دهد. شدت انرژی یعنی برای تولید مقدار معینی کالا یا درآمد واقعی و بدون تورم در یک کشور چقدر باید انرژی مصرف شود. منظور از انرژی هم فقط انواع حامل های اصلی انرژی است. شامل نفت، گاز، زغال سنگ و انواع برق. و مصرف آب و تخریب جنگلها، فرسایش خاک و تخلیه معادن در آن به حساب نمی آین. چون همه اینها هم انرژی های انباشته شده در طول حیات زمین هستند. که ما بهره برداری می کنیم و درست این است که در شاخص شدت انرژی گنجانده شود برای محاسبه میزان انرژی مصرف شده در هر کشور معادل حرارتی تمام انواع حامل های انرژی را با هم جمع می کند. نمودار آبی رنگ به این معنی است که اگر در سال 1990 مثلا برای ساخت یک صندلی در ایران انرژی معادل یک دهم بشکه نفت مصرف می شده یعنی حدود 16 لیتر نفت الان برای ساخت همان صندلی 18 درصد یک بشکه نفت انرژی مصرف می شود یعنی حدود 29 لیتر نفت این مسئله برای تمام کالاهای دیگری که در کشور ساخته می شوند از خودرو و ساختمان و خیابان و شیر و ماس گرفته تا تمام خدماتی که ارائه می شود نظیر خدمات پزشکی و آموزش و حمل و نقل و غیر صادق است. یعنی در تمام آنها مصرف انرژی روز به روز بالا رفته در واقع اگر نظام تدبیر ایران مثل بقیه دنیا عمل کرده بود باید با بهبود مدیریت و بهبود فناوری شاخص شدت انرژی یعنی متوسط مصرف انرژی به ازای تولید را حدود 37 درصد کاهش میداد. حالا نه تنها این 37 درصد را کاهش نداده بلکه شاخص شدت انرژیش 77 درصد هم بالا رفته. یعنی امروز کل اقتصاد و جامعه ایران برای تولید هر مقدار معین کالا و خدمات سه برابر مقداری که انتظار میرفت مصرف کند دارد انرژی صرف می کند. و این اضافه مصرف انرژی در واقع به صورت هرز روی انرژی و منابع و سرمایه و وقت و اعصاب و روان مردم این کشور است پس دقت کنیم. ما ایرانی ها برای همین زندگی عادی که از دست آن هم کلافه ایم سه برابر آنچه منطقا باید انرژی مصرف می کردیم داریم انرژی مصرف می کنیم. این بدین معنی است که کل اقتصاد و نظام تدبیر و بنگاه ها و سازمان ها و حتی خانواده در جامعه ما ناکارآمد فرسوده و ناتوان شدند. و برای تولید مقدار معینی کالا یا خدمت سال به سال باید انرژی بیشتری مصرف کنند. یعنی این لاابالی شدن ما در تولید و مصرف و رانندگی و همه دیگر ابعاد زندگی به عمل کرده همه ما برمیگردد. گرچه در نگاه نهایی همه آنها ناشی از گذاری نامناسب و بی تدبیری نظام تدبیر است. ممکن است بپرسید یعنی چه که به ازای تولید هر کالا مصرف انرژی بالا رفته؟ آیا به این معنی است که مثلا وقتی ما در زباهن فولاد تولید می کنیم میزان مصرف گاز یا زغال سنگی که قبلا برای تولید یک تن فولاد مصرف می کرده ایم حالا دو برابر شده؟ پاسخ این است که نه الزامن. حتی ممکن است کارخانه زباهن خودش مصرف زغال سنگ یا گاز کورههایش را به ازای هر تن فولاد کاهش داده باشد اما در عوض به خاطر ناامنی نگهبانانش را زیاد کرده به سفارش نماینده مجلس یا فلان روحانی منطقه کارگر اضافی استخدام کرده به سفارش وزیر یک آدم غیر متخصص را به معاونت تولید منصوب کرده که با اشتباهاتش کلی هزینه بر زباهن تحمیل کرده برای اینکه به تواند مجوز صادرات فلان کالا به فلان کشور را بگیرد به برخی افراد رشوه داده هی hey, جلسه و میتینگ و سفر و همایش های نمایشی برگزار کرده شورای اسلامی کارگران برای برگزاری مراسم مرسیه یک ساعت در روز کارگران را رو معطل کرده برای ساختن ساختمان برای فلان نهاد انقلابی و یا رفت و آمد امام جماعت هزینه کرده به خاطر کمکاری مهندسان یا کارگران مجبور شده همه جا دوربین های مدار بسته نصب کند برای وصول چک های برگشتی مشتریان وکیل گرفته است به خاطر تنش در خلیج فارس هزینه بیمه کشتیهایی که بریش زغال سنگ می افزایش یافته. به خاطر تحریم تیراهن های به کشورهای عربی در بندر یا روی کشتی معطل مانده و مجبور شده کرایه اضافی به کشتی یا بندر بدهد. به خاطر رقابت های سیاسی مدیراملش زود به زود تغییر کرده و یا مدیرعاملان غیر حرفه‌ای و بی تجربه برایش انتخاب شده و بنابراین فناوری تولید در طول این سالها بهبود پیدا نکرده و دهها مسئله نظیر اینها که همهشان به معنی مصرف انرژی بیشتر برای تولید یک تن فولاد در زباهن است این وضعیت را به کل سازمانها بنگاهها و صنایع در کشور تعمین بدهید و البته در شکل گیری این وضعیت همه ما مقصریم از خانم خانداری که برای شستن یک استکان یک لیتر آب یعنی حدود دوازده برابر ظرفیت همان استکان هدر می دهد. تا مغازداری که پیادرو را با آب لوله کشی شهری می شوید. تا میوه فروشی که ده برابر نیاز چراغ روشن می کند. تا رانندگانی که با راندن با سرعت زیاد در شهر شهرداری را مجبور می کنند برای ساختن سرعتگیر هزینه کند. تا پرستار بیمارستان که از گاز استریل به جای دستمال کاغذی استفاده می کند. تا کشاورزی که, که در اقلیم کویری ایران هنوز به صورت قرقابی کشت می کند. صنعتگری که پسا به صنعتی خود را به زاینده رود میریزد و اسفهان را به پای تخت ام اس دنیا تبدیل می کند. تا دادگستری که رسیدگی به پرونده های اقتصادی را سالها طول می دهد و سرمایه های مردم را بلا تکلیف نگه می دارد. تا نیروهای نظامی که سالیانه دو میلیون نفر از جوانان تحصیل کرده پر انرژی و پر انگیزه ما را به عنوان سرباز نگه می دارن و از این سرمایه های انسانی و علمی به عنوان نگهبان و دربان و نظافتچی و منشی و راننده بهره می برند. و یک جوان خسته و فرسوده که تخصص دانشگاهیش را هم فراموش کرده تحویل می دهند. آری تک تک ما در ایجاد این وضعیت مشارکت داشته ایم و مقصریم اما مقصر اصلی نظام تدبیر یعنی سیاست گذاران ملی هستند که این رویه های غلط را شکل داده و زمینه را برای شکل گیری عادات رفتاری نامناسب در جامعه و اقتصاد ما آماده کردند دقت کنیم. ایران از معدود کشورهایی در دنیاست که نمودار شدت انرژی در آن برای چند دهه سعودی بوده. میانگین کل شدت انرژی در دنیا در این سه دهه به طور متوسط نزولی بوده و حتی کشورهای نفتی هم روند شدت انرژیشان به طور متوسط نزولی بوده. در پایان این نوشتار نمودارهایی را آوردم که روند تغییرات شدت انرژی در سه دهه گذشته را برای ایران و گروه کشورهای اسلامی و نفتی و آسیایی و آفریقایی مقایسه می کند. با نگاه به آن نمودارها در میابیم که ما شاهکار عالم بشریت در زایع کردن منابع کشور هستیم. تنها همین یک شاخص کافی است. که متوجه شویم مسیرمان به ناکجا آباد است با ادامه این ساختار هیچ امیدی به توسعه نه حتی به افزایش پایدار رفاه هم نداریم دلتان سوخت یا نگران شدید پس بیایید یک جور دیگر هم به قضیه نگاه کنیم ما هفتمین کشور از نظر تولید آلودگی کربن در جهان هستیم یعنی تنها اقتصادهای عظیمی مانند چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و آلمان که جمعا حدود 50 درصد جمعیت و اقتصاد جهان را در خود جای داده اند، بیش از ما در جهان کربن تولید می کنند. یعنی در حالی که اقتصاد ما از نظر مقدار تولید تقریبا رتبه 29 جهان را دارد، ولی ما مثل یک اقتصادی که رتبه یه هفتم دنیا را دارد داریم آلودگی کربن تولید می کنیم. مهمتر از این اگر میزان کربنی که هر کشور به ازای هر واحد درآمد ملیش تولید می کند را محاسبه کنیم رتبه ی ما می شود پنجمین کشور تولید کننده کربن دنیا. در واقع ما برای تولید یک کالای معین بیش از 2.5 برابر میانگین جهانی آلودگی کربن تولید می کنیم و البته وقتی مقایسه ها بین کشوری می شود نتیجه وحشتناک است. برای مثال ما در ایران برای تولید یک ساندویچ سی درصد بیش از روسیه کشور سرد و پهناور 38 درصد بیش از عراق کشور جنگ زده 43 درصد بیش از عربستان کشور نفتی و سوزان 49 درصد بیش از چین کشور توسعه شتابان 90 درصد بیش از امارات کشور نفتی ولخرج 96 درصد بیش از مالزی کشور اسلامی غیر مدعی 270 درصد بیش از ترکیه کشور اسلامی همتراز 327 درصد بیش از آمریکا کشور بزرگ مقیاس ها 341 درصد بیش از سودان کشور شورش و کودتا 577 درصد بیش از ژاپن کشور سالخوردگان 627 درصد بیش از زامبیا کشور متوسط آفریقایی 802 درصد بیش از انگلستان جزیره در غرب آفریقا 1400 درصد بیش از سوئد کشور نفتی یخفندان و 2000 درصد بیش از سوئیس کشور تراز اول توسعه آلودگی کربن تولید می‌کند اصلا مهم نیست که سازمان های جهانی بتوانند جلوی این لاوبالیگری ما در سازماندهی یک زندگی پر حزینه و آلوده کننده را بگیرند یا نه مهم این است که این شاخص برای خود ما نشانه گویایی است از اینکه ما تا کنون به بیراهه می رفته ایم. و اکنون که دیگر نفت نمی تواند ناکارآمدی ما را جبران کند و بحران ها یکی یکی در حال سررسیدن هستند باید به سرعت سبک زندگی خودمان را در حوزه اقتصاد و سیاست و اجتماع متحول کنیم وگرنه خیلی زود زودتر از آنچه گمانش را می کنیم دیر می شود همه اینها نشان می دهد که مسیر کنونی کشور دیگر قابل ادامه نیست و تجربه دهه های اخیر نظام تدبیر ما چیزی جز ناکارآمدی و شکست را نشان نمی دهد. و اگر بخواهد به همین ترتیب ادامه دهد کل جامعه و منابع مادی و طبیعی و انسانی ایران را رو به نابودی خواهد برد به هیچ زبان دیگری نمیتوان نشان داد که این سیستم به قایت ناکارآمدی خود رسیده و اگر هرچه سریعتر فرمان را نچرخاند ما را به ته دره خواهد فرستاد ما چاره ای نداریم جز انجام اصلاحات لازم در همه ی حوزه های بحران آفرین و رتبه بندی مجدد هدف های ملی. دستکم کم برای یک نسل. و حتی بازگشت به مدیریت عقلانی مبتنی بر منافع ملی و توقف انقلابیگری افراطی و نهایتا بهسازی نظام سیاسی. در یک کلام، ما نیازمند ورود به مرحله افق و هستیم و البته من برای اینکه کلی حرف نزده باشم مهمترین، ضروریترین و آخرین فرصت افق گشایی برای جمهوری اسلامی را به صورت تحلیلی و تفصیلی در یکی از یادداشت بعدی معرفی خواهم کرد این روزها خدا خدا می کنم که بورس فرو نریزد که دلار بالا نرود که ترامپ بیش از این خیره سری نکند که نمایندگان خواسته مجلس کشور را بی ثبات نکنند که تورم چهار نعل سر بر نیاورد که طاقت فقرا تاق نشود که پولها از بخش تولید به بورس بازی نرود که بیکاران به خیابان نریزند که کارگران اعتصاب نکنند که جوانان خسته و ناامید دست به اعتراض نزنند که دولت تصمیمات شتاب زده نگیرد مقامات سخنرانی احساسی نکنند که اسرائیل تحریکمان نکند که نظامیان به اشتباه موشک هوا نکنند که ترامپ دوباره رأی نیاورد و مهمتر از همه که خدا از غریبی خودش در این دیار دل شکسته و ناامید نشود و درهای رحمتش را به روی ما نبندد آه آه که این روزها چقدر همه باید مراقب باشیم